خیلی سوال میپرسین ازم که ما برای آیلتس چی بخونیم. روزی 50 تا دایرکت مسیج میاد، 20 تا تلگرام، 3 تا اس ام اس و دیگه از هر امکاناتی که وجود داره واتساپ که ما چی بخونیم. بر همین من هزار بارم گفتم، پستشم کردم، ولی تصمیم گرفتم که دیگه once and for all یه لایف بذارم در این مورد. خب بعد در مورد، حالا وقتی که گفتم میخوام در مورد سورس آیلتس حرف بزنم، بعضی هم خواسته بودن که برای سورس جنرال انگلیش هم بگم که اونم میگم، و حتی چند نفر گفته بودن که غیر از اصلا کتابای درسی چی بخونیم، اونم میگم، و یکی هم گفته بود که برای تیچینگ چی بخونیم، اونم میگم. therefore همه رو گذاشتم. خب شروع میکنیم از آیلتس. اول شروع کنیم نمینجا کوزدون در مورد آیلتس. بچه ها اول، خب دیگه هر کی من میشناسه میدونه که همیشه من خودم رو کشتم که اول از همه جنرال انگلیش، right؟ برای جنرال انگلیش برای آیلتس ما در اصل، شما ببینید در اصل ما توی زبان آموزی 4 تا سیستم داریم و 4 تا سکیل داریم. 4 تا سکیلمون که میشه reading, listening, writing و speaking. سیستممون هم میشه vocabulary, grammar, pronunciation و discourse. خب که شما کاری که خودتون باید بکنین اینه که سیستمتون رو درست کنین، و سیستم درست کردن طول میکشه. برای آیلتس که سکیله، یعنی میخواید سکیل یا تکنیک رایتینگ، سکیل یا تکنیک لیسنینگ اینا رو کار کنی، اینا به نظر من فوقش 4 ماه بسشه که شما 4 تا سکیل رو کار کنی، به شرطی که سیستمت درست باشه. خب برای وکابیولری بستگی به لولت، اگه لولتون پایین تره، به نظر من این کتابای ورد سکیلز کتابای خوبیه. البته من خودم اینا رو تا حالا نخوندم، حتی یه صفحش هم نخوندم، ولی میدونم که همکاران با شاگرداشون کار میکنن، و بعد به شاگردای خودم هم به چند تاشون که دادم راضی بودن، کتاب رو دوست داشتن و راضی بودن. برای همین اگه لول زبانتون پایین تره، این کتاب های Word Skills به نظرم خوبه که فوکسش روی آیلتس نیست، کلن جنرال انگلیشه. ولی وقتی که میخواین دیگه فوکس کنین روی آیلتس، اون موقع است که دیگه کتاب مورد علاقه من Vocabulary for IELTS مهم میشه. ادوانسش هم هست. من خودم ادوانسش رو یه یونیتش رو بیشتر نخوندم، برای همینه که میبینین کتابم نسبتا نوعه، ولی این یکی رو حسابی خوندمش قبل از اینکه امتحان بدم، قشنگ همه رو خوندم. میتونم نشونتون بدم که چه جوری خوندمش. نگاه ببین اینجوری، و باید بگم که اون موقعی که این کتابو میخوندم خیلی هم زبانم بد نبوده، ولی باز هم برام چیزای خیلی جدید و خوب توش داشته. یه کاری که من خودم میکنم وقتی میخوام وکب بخونم یا کلا هر کتابی بخونم، کلیدشو میکنم از کتاب. ببینید این انسر کیه، اینهاش. کلیدشو از کتاب جدا میکنم، نه به خاطر اینکه میخوام به نظامش دور و خودم رو تست کنم و ببینم آیا من اینا رو بلدم یا بلد نیستم، بلکه برعکس، اتفاقا کلیدو میذارم جلوم و نگاه کنین حتی توی ترانسکریپت ها هم من هایلایت دارم، کلید رو میذارم جلوم و دونه دونه هر تمرینی که انجام میدم همون موقع میرم توی کلیدش نگاه میکنم ببینم که درست انجامش دادم یا نه، و اگه که چیز جدیدی داره برام، میبینی همش هایلایته تو کلیدم، هم چیزای جدیدش رو یاد بگیرم. کتابی برای شما در سطح شما خوبه که مثلا این توی یه صفحه دو تا یا سه تا چیز جدید داشته باشه که شما بخوای هایلایت کنی. اگر یک کتابی داری میخونی که خیلی لغت زیاد داره و خیلی از لغتاشو بلد نیستی، اون کتاب برای تو سطحش بالاست. باید بری
در حد، یعنی خودت میتونی خودتو ایوالیویت کنی، کتاب در حدی باشه که توی هر صفحه دو سه تا کلمه بیشتر جدید نداشته باشه برات. بعد اینکه چه جوری بخونیم، بزرگترین اشتباه اینه که شما بیای کتاب وکاو بذاری جلو، از یونیت یک شروع کنی، بگی خب اوکی یونیت یک is about growing up family and relationships and early learning so I'm gonna start studying that. بعد چی میشه؟ بعد به من میگین که ما صد تا کتاب وکاب خوندیم ولی نمیتونیم از وکابمون استفاده کنیم، بلد نیستیم چجوری، یادمون نمیمونه، وقتی میخوایم حرف بزنیم نمیدونیم، اگه که یکی بگه میفهمیم، اگه یه متن باشه میفهمیم، ولی خودمون که میخوایم استفاده کنیم نمیدونیم. علتش اینه که شما وقتی که خواستی کتاب بخونی، وقتی خواستی وکاب بخونی، همینجوری رندوم نشستی خوندی. موقع آدم کلمه ها یادش میمونه که یه نیدی، یه نیازی برای خودش ایجاد کنه و بعد اون به خاطر اون نیاز بره دنبال وکابولری. یعنی به عنوان مثال من میخوام امروز یک رایتینگ بنویسم در مورد کرایم، میرم توی کتاب وکابولری که دارم، یا میخوام یه تمرین سپیکینگ بکنم در مورد کرایم. همه یه کتاب ها کانتنت داره و به غیر از اسم درس تاپیک داره. یعنی اسم درس مثلا هست چه میدونم The Law، اوکی؟ ولی تاپیکش Crime and Punishmentه. میرم اون یونیت رو میخونم، لغتاشو در میارم، اصطلاحاتشو یاد میگیرم و بعد میشینم با شیر رایتینگ مینویسم. یعنی از ریسپتیو اینو تبدیل میکنم به پروداکتیو. یه چیزی رو اول ریسیو میکنم. ریسیو کردن بچه حتی 50% قضیه هم نیستا، خوندن به نظر من ریسیف کردن واقعا حتی 50% قضیه هم نیست، شاید 30% قضیه است. پرودیوس کردنه که تازه باعث میشه که شما اینو یاد بگیری. بعد شروع میکنم یه چیز در موردش نوشتن یا یه تمرین سپیکینگ در موردش کردن. ولی به هر حال کتابایی که برای وکب به نظر من برای وکب آیاز خوبه، این یکی 100%، چون خودم هر که خوندم میدونم، و این یکی هم بدکی نیست، من یکی دو یونیتش خوندم بدکی نبود. این از برای سپیکینگ کتاب وکاب این خوبه، English Collocations in Use، عکس میگیرم براتون میذارم، اینم کتاب خوبیه. این کتاب علتی که نوع اینه که من البته نوع هم نیست، میبینین تو همینم نگاه یه چیزایی رو من هایلایت کردم و تمیزش هم انجام دادم، ولی بعدش یه سیستمی پیدا کردم که میتونم روی صفحه، یعنی روی آیپدم بخونم، که دیگه روی همون میخونم و عکسایی هم که براتون میذارم توی تلگرام از همین کتابای مختلفه و چجوری ازش استفاده کنین. این ولی بیشتر به درد سپیکینگ میخوره، چون که بیشتر اصطلاحاتی داره که خیلی فرمال شاید نباشه، مثلا چه میدونم a thick blanket of fog، خیلی شاید در رایتینگ نخوره ولی برای سپیکینگ عالیه. پس این شد از وکاب. میریم سراغ گرامر. گرامر باز این کتابای بتی آزوره که خب معرف حضور همتون هستن، همینجوری که میبینین کتاب نوعه. من خودم این کتابو نخوندم ولی باز پرسیدم، میدونم که 3 تا لول داره، این آبی گویا لول آخرشه، ولی اینم based on my research کتابیه که خیلی ازش راضین و بچه‌هایی که الان دارن میخونن همه دوستش دارن. کاری که میکنه اینه که اولا که برای هر چیز تمرین خیلی خیلی زیاد داره که باعث میشه که جا بیفته، بعد تمرینای دو نفره داره، چه میدونم لیسینین داره، همه چی داره، میتونین با این شروع کنین. ولی چیزی که خود من خوندم و معرف حضور همتون هست، یه لحظه برم کتابم بیارم، اوکی، اینه که به قول یکی برم دایرکت زده بود اون کتابی که تیکه پاره کردی، این کتابیه که تیکه پارش کردم. این نوشه. یکی از شاگردام که اومده بود اینجا فکر میکنم فکر کرده بود که من نمیتونم کتاب نو افورد کنم، یه دونه نو برام خریده آورده.
ولی حتی میخوام بگم که با اینکه این کتاب من یه سری تکنیکلی جویدم همش رو خوندم، حتی این کتاب جدیدرم وقتی برام آوردن بازم وسوسه شدم که دوباره یه دور دیگه چشم ها رو شست و یه جوری دیگه دوباره بخونمش. به نظر من کتاب خیلی خیلی خوبیه برای بچه های آیلتس، به خصوص که تمرینایی که داده هر یونیت تیلر شدن، they're designed for IELTS. So if you know what IELTS looks like, مثلا you're doing exercise 1, you know this is what's going to happen in the speaking test. بعد مثلا تمرین 2, you know that this is something that you would hear in the listening section, for example, in the third part of the listening section. یا تمرین چه میدونم مثلا present perfect داده. Okay, it looks like this. در اصل داره present perfect تمرین میکنه این. ولی you are technically learning how to write task 1. یا این یکی letter. You are learning how to write task 1 if you're doing the general test. یا مثلا همینجوری فال بگیریم یه دونه شو باز کنیم. یه تمرین مثلا اینجا. فرض هم اینجا دوباره یه سری تمرین بین یه معلم و یه شاگرده، اسمشو گذاشته معلم و شاگرد، ولی ببین نه teacher and student، اسمشو گذاشته معلم و شاگرد، ولی وقتی سوال رو نگاه میکنی تکنیکلی سوالایی که توی IELTS توی speaking ازت پرسیده میشه. For example, is it better to have one special friend or lots of good friends? But جواب داده, I think that if you have lots of good friends, you are lucky and so on. و داره توی این سیستم به شما if conditional هم یاد میده. باز جلوتر که میای, یعنی هر چقدر که complicated تر میشه گرامرش, تمریناش هم بیشتر task 2ی میشه. یعنی مثلا چه میدونم, این الان نگاه. Right. این الان درس 21 در مورد ways of organizing the text. و تکنیکلی شما یه اسی داری. یه اسی داری اینجا و تمرینان رو توی فرمت اسی بهت یاد داده. Okay. خب این شد از گرامر و وکاب. برای دوتا دیگه سیستممون که میشه پرونانسیشن و دیسکورس. We will talk after the break. See you after the break. Okay. خب. پس این شد از سیستما. Grammar و vocab. Pronunciation خب باید خیلی زیاد خودتون رو expose کنین به زبان انگلیسی. For example, you have to listen to podcasts, watch a lot of movies. If you like series, watch series. But you have to be hearing a lot که اون میشه بخش receptivتون. ولی گفتم receptive is only in my mind it's only 30%. Then you have to produce. و حالا produce کردنم با خودم حرف بزنم و تو آینه حرف بزنم و اینا همه حرفه. Seriously. You need اولا که interaction لازم داری. ثانیا که you need somebody to correct you. یعنی شما اگه 50 سالن هی بگی اسپشیال، حالا تو آینه بگی با خودت بگی تو گوشیت بگی هر جوری بگی ضبط کنی فلان کنی، این درست که نمیشه که این اسپشیال هم اسپشیال میمونه. What you have to do، چیزی که لازمه اینه که یه کسی بهت بگه آقا جان این اسپشیال نیست، اسپشیال 4 سیلاب نیست، it's special 2 syllables. تا وقتی کسی کرکتتون نکنه پرونانسیشن درست نمیشه، یعنی پروداکتیوش درست نمیشه. حالا با ریسپتیو خیلی باید آدم باهوش باشه که بفهمه که داره اشتباه میکنه. ممکنه که دفعه اولی که یک کلمه رو یاد میگیری فقط با ریسپتیو بفهمی که مثلا این بنفیشیال نیست و بنفیشاله و بعد از اون دیگه درست بگی بنفیشال. ولی اگر که تا الان میگی میگفتی بنفیشیال، بعیده که با خودت تو آینه حرف بزنی یا صدا تو ضبط کنی و متوجه بشی که داری اشتباه میگی. یعنی اصلا درست
اصلا ممکنه بگی beneficial ولی بشنوی beneficial. So اینا از pronunciation. حالا میریم سراغ سکیلا. این پک رو برداریم یه پک دیگه. برای سکیلا این پک زوده، بریم سراغ این پک. خب اونی که گفتم وکب بود. برای سکیلا بچا، خب یه سری کتاب تو بازاره مثل Complete Series okay. کتاب Complete سه تا هم هست، از فکر کنم 4 تا 5 شروع میشه، فکر میکنم میره تا 7.5. هر 4 تا سکیل رو کار میکنه، سه تا سیستم هم کار میکنه، یعنی پرونانسیشن، وکابولری و گرامر رو، و بد نیست، ولی ریدینگاش استاندارد نیست، خیلیاش لیسنینگاش استاندارد نیست، رایتینگاش به نظر من بعضیاش زیادی سخته، ریدینگاش بعضی وقتا این اوردر نیست، لیسنینگاش بعضی وقتا زیادی آسونه. بنابراین برای اینکه بخونی بد نیست، ولی برای اینکه خودتو اسس کنی خوب نیست، یعنی به عنوان اکسترا ریسورسز. این کتابای مایندست هم که جدید اومده تو بازار، میبینید از مالا نوعه، البته من گفتم یک سیستمی پیدا کردم که با پی دی اف همه رو میخونم. I'm saving the trees. این کتاب هم که یه فاندیشن داره وسط کتاب، من الان کتاب یکش رو یک دوتا یونیتش رو نگاه کردم و کتاب سهش هم دوتا یونیتش رو نگاه کردم. به نظرم خیلی کتاب خوبی میاد. Therefore برای 4 تا سکیل، اینا هم 4 تا سکیل رو کاور میکنه. برای 4 تا سکیل به نظرم کتابای خوبی میاد. اما at the end of the day my point of view، شما معلم لازم داری که 4 تا سکیل رو تجربیاتش رو بگه و ازش یاد بگیری. خود من هزاران سال پیش با این کتاب شروع کردم. اسمش هست Step Up to IELTS و هنوزم توی کلاسای به خصوص لیسینینگ از این کتاب استفاده میکنم. بازم خب سوالای obviously غیر استاندارد داره، ولی It has a special place in my heart because I learned how to teach IELTS with this book. اصلا نمیدونم دیگه میتونین پیداش کنین یا نه، توی بازار هست یا نه، ولی It's a nice book. I like it. برای speaking کتاب معرف حضور همه speaking maximizer مال آقای معمارزاده. آقای معمارزاده میلیون ها سال پیش که کتابش هیچ کس نمیشناخت برای من این کتابو فرستاده. اینا ببینید، با امضای آقای معمارزاده و سرکار خانمه لغمانی، و چقدر کار عاقلانه ای کرده، چون که خود من شخصا حداقل 2000 تا نموده از این کتابو فروختم. سال 1988 این کتاب برای من فرستاده و دمش گرم، کتاب خوبیه. من بخش یکشو برای اسپیکینگ به بچه‌ها میگم بخونن، وسطش که یه سری جدول مدول داره رو هم واسه اسپیکینگ هم واسه رایتینگ، و آخرش که تاپیکای ابسترکت داره رو برای سپیکینگ نه ولی برای رایتینگ، به بچه ها میگم که ازش ایده بگیرن. اومده یه سری لغت ها رو جمع کرده، زحمت کشیده و واقعا هر چقدر که ازش در میاره حلالش باشه، ولی خواهش میکنم که اینا رو حفظ نکنی، چون که اگزامینر ها هم دیگه جمله های توی آیلتس مکسیمایزر رو حفظن، و وقتی شما میایین سر جلسه و میگین که I have a very hectic lifestyle، همه میدونن که تو maximizer رو حفظ کردی. Therefore فریزاشو استفاده کنی ازش، ولی حفظ نکنی. اینم از این. پس این شد این 4 تا skill. اینم یه دونه اضافه واسه speaking. واسه writing این کتابیه که باز من بهتون معرفی کردم به عنوان extra source. این کتاب من خودم سه تا چپترش رو تا حالا خوندم.
به نظرم خوبه، I like it. ولی کتاب رایتینگ آیلتس به هیچ وجه نیست. این کلن اکادمیک رایتینگه. گویا هم 8 ورژن داره، من این 4 گرفتم و تو بی آنیس ویدیو خودم نگرفتم. یکی از شاگردام رفته بود شهر کتاب و لولش مثلا در حد آیلتس 5 بود. و حالا شهر کتاب not necessarily مغازه شهر کتاب، کتاب فروشی، بله کتاب فروشی. و کتاب فروشی این کتاب اشتاده بود تو برو اینو بخون، من رایتینگ خوبه. بعد اوورد به من نشون داد گفت این خوبه. بعد به این نتیجه رسیدیم که براش زیاده، برد خونه و هفته بعدش اوورد اینو به من کادو داد. این شد که من شروع کردم اینو خوندن. ولی به نظرم خوبه، الان هم دارم میخونمش و کلن برای رایتینگ خوبه، ولی آیلتس رو کاور نمی کنه. میریم سراغ تنها و تنها و تنها، یه بار دیگه هم میگم، تکرار میکنم، تنها سورس های ولید آیلتس اینا. اوکی، بقیه شو دیگه نهی بردم. اینا تنها، دوباره بگم، تنها و تنها سورس های ولید آیلتس. غیر از اینا ما هیچ چی دیگه سورس ولید نداریم. شما و خیلی هم زیاده. خب من خودم هنوز نرسیدم همه اینا رو بخونم. نمیدونم که شما چطوری میتونین همه ی لیسنینگاشو زدم، همه ی ریدینگاشو زدم. واقعا نو افنس بهتون بر نخوره، ولی از نظر من به غیر از اینکه ماسمالی کرده باشه آدم، کار نمیتونه، امکان نداره که شما تونسته باشین همه ی لیسینگ ها و همه ی ریدینگ ها و همه ی سپیکینگ ها و همه ی رایتینگ های این کتاب ها رو خونده باشی و انالایز کرده باشی و ازش چیز یاد گرفته باشی. اگه فقط ماسمالی کرده باشی تست داده باشی، بله در اون صورت yes you could. So این که اینا تموم شده من چیکار کنم؟ To me, no offense, I'm sorry to say, it's just a stupid question. Do it again. You haven't done it properly. این هم از این. فکر کنم که یه بریک دیگه بدیم بهتره. و یه کوچولو دیگه هم من در مورد جنرال انگلیش و اینا حرف بزنم و دیگه بای بای. Okay. خب. Look who's back. Ta-da. میریم سراغ جنرال انگلیش. برای زبان عمومی I'm ashamed، متاسفم که بگم که واقعا سال هاست که زبان عمومی کار نکردم. به غیر از یه چند تا شاگرد ادوانس داشتم، مثلا معلم بودن اینا، با هم دیگه زبان عمومی خوندیم. ولی کتابی که من کار کردم و دوست داشتم و راضیم و هنوزم فکر میکنم که is the best in the market، Headway. It's the Headway Plus. من فکر میکنم که اونایی که aim میکنن واسه IELTS هم بهترین کتاب برای General English Headwayه. اما باید بگم که کتاب جدید توی بازار مثل تاپ ناچ، بعد برای من دایرکت نزنین بپرسین ها، تاچ ناچ، تاپ ناچ و انگلیش ریزالت و کاتین ایج و نمیدونم ایلو بیلو پسیجیز و فلان و اینا رو من فقط اسماشو شنیدم و حتی یک جلسه هم سر کلاس با این کتابا درس ندادم. therefore هیچ اطلاعی در موردش ندارم. این از جنرال انگلیش. برای اونم که گفتم که لیول های بالا واسه معلم ها، این کتاب رو من درس میدم. Objective چند مدل داره، چند لیول داره. Advancedش و Proficiencyش رو من درس دادم. ولی قصدش کسایی که میخوان امتحانای چی بهشون میگن؟ کیمبریج، امتحانای کیمبریج رو بدن، یعنی CAE و CPE و اینا. ایمش اون آدم هاست و تای هر یونیتی هم
یه تست فولدر داره که یه بخشی از اون امتحانا رو معرفی میکنه، ولی به نظر من برای جنرال انگلیش کتاب گوگلی خوبیه. میریم سراغ درس نباشه، just to read. Reading for pleasure. خب من خودم همونطور که تو کانال گفتم unfortunately I'm not an avid reader. ولی کتابی که خیلی دوست داشتم چند بار خوندم The Subtle Art of Not Giving a Fuck، هنوزم میبینین که زیرش یارو دارم و underline میکنم و بعضی شبا هم برای شما هم میخونمش. کتاب دیگه که الان دارم میخونم Eat, Pray, Love که روی bedside table همه، یادم رفت بیارمش. این کتاب The Glass Castle رو خواهرم معرفی کرده، گفته بخون. یه بیوگرافی، راستش من تصمیم دارم که یه بیوگرافی بنویسم، برای همین اینو دارم میخونم که ببینم چطوری میشه بیوگرافی نوشت. و همچنین اینو Becoming رو، البته اینو خود کتابو هنوز نوع نوعه. ممنونم از آقای دکتر چلبی که اینو من کادو داده، هلو. ولی من دارم پادکستاشو گوش میدم، اما I have to say که بیشتر از 3 دقیقه پادکستم نمیتونم گوش بدم چون خوابم میگیره. و Follow your heart، interest من اینه، travelingه و از این شروع کردم. Lonely Planet ایران، این کافی تیبل بوکمه که هر وقت میشینم اونجا یه نگاهی میکنم ببینم که توش چیا نوشته، و چون کوچولو کوچولوه به اندازه 3 دقیقه 4 دقیقه هم که آدم بشینه میتونه بخونه و حالشو ببره. Welcome to Iran. برای تیچینگم last but not least کتابی که من خودم اولین بار خوندم و خیلی ازش چیز یاد گرفتم اینه Learning Teaching by Jim Scrivener. اصلا تئوری مئوری و از این چرت و پرتا توش نداره که اصلا بابام خوب کنه، خیلی پرکتیکاله. مثلا این هست Teaching Grammar Planning Effective Lessons، واسه معلم ها به نظرم خیلی کتاب خوبیه. مثلا ARC کرده، بعد اومده مثلا گفته که سیتینگ چجوری باشه، چجوری سانگ زیاد بدیم، چجوری مثلا رو اکتیویتی اکیورسی و فلوئنسی کار کنیم، چجوری رایتینگ درس بدیم. خیلی کتاب خوبیه، من دوستش دارم. و اینکه مهمتر از همه، ارزونتر از همه، در دسترس تر از همه، از همه بهتر، our beloved Google. هر چی میخواین یاد بگیرین برین توی گوگل، یک سورس مجانی 24/7 خوب، فقط باید بگردین، اطلاعات درست از اطلاعات غلط تشخیص بدین و اونم کاری نیست که من یا کسی دیگه بتونه بکنه، فکر نمیکنم کسی دیگه هم بلد باشه بکنه. You have to learn through experience. به اندازه 3 دقیقه تا 9:40 دقیقه turn on the comments میکنیم و میریم. if there is anything left that you think you want me to talk about, now is the time.